سلام، من محسن هستم. من هم سمیا. امروز میخواییم به عنوان توریست به شما خیلی از جای خوشگل استانبول رو نشون بدیم، پس با ما همراه باشید. در مورد این کشتی و اجارش باهاتون صحبت کنم. این کشتی شما رو به منظره‌های خیلی قشنگ میبره، پل بوسفورس و منظره‌های خیلی زیبایی که توی دریا میتونید ببینید. قیمت هر نفر از 250 لیر شروع میشه که شامل دسر، شام، سالاد و میوه‌های مختلف و نوشیدنی‌ها که میتونید هم از منظره لذت ببرید و هم از سرو زیبای این کشتی. و جالبه بدونید ساعت این کشتی از ساعت 8 شروع میشه تا 11 شب. خب ما الان تو قسمت هستیم که بهش میگن امینونو. دقیقا روبرو ما میشه بازار بزرگ. پشت سر ما قایقایی که میبینید الان برای توره که به سمت جزیره میره. اینجا هم تور بغاز هم تور جزیره و همین که از اسکله که سمت راست منه میتونید استفاده کنید از این قایقا برید سمت اسکودار یا کادیکوی که خب دوتا امتیاز داره. اول که تو هزینه زمان و هزینه مالی خیلی صرفه‌جویی میشه، و دوم و آپشن دیگه که داره میتونید شما از منظره اروپایی و آسیایی همزمان لذت ببرید. پس با ما همراه باشید. الان ما داخل کشتی هستیم. هر 10 دقیقه یا 12 دقیقه یک بار حرکت میکنه. هم میتونید داخل بلیط بخرید وقتی میخواییم بیان، هم میتونید استانبول کارت استفاده کنید. همچنین که گفتیم این خیلی صرفه‌جویی میکنه تو زمان و هزینه‌ای که دارید. الان من کارت دانشجویی دارم، با استانبول کارت دانشجویی چیزی کمتر از 1 لیر 8 تومن از من کم کرد. مال تو که معمولیه چقدر بود؟ برای من 5 لیر 5 لیر کم کرد. خیلی به صرفه تره. اگه بخواید همین مسیر رو با متروبوس حتی بیاین، دقیقاً می‌خوایم بیان اسکودار، چیزی کمه کم به غیر متروبوس باید هزینه مترو یا اتوبوس هم برید میشه تقریباً 10 لیر. اگه به غیر زمانی که میگیم با ماشین هم بخوایم بیان خب خیلی طولانی‌تر میشه. دقیقاً. اوکی بریم ببینیم چند دقیقه می‌رسیم اون وقت. سلام مجدد، ما اومدیم تو منطقه بیلربه. همونطور که میبینید پشت سر من پل بغازه که قسمت آسیایی و اروپایی رو به هم متصل میکنه. الان این منطقه هستیم، از اونجا که از کشتی ها پیاده میشیم 3 تا ایستگاه اتوبوس بیشتر فاصله نداره. کل این منطقه تا یه ایستگاه بعدش همش پارکه، فضایی که میتونید شنا کنید. همینجور که میبینید دقیقاً مثل همین منطقه. الان 2 تا ایستگاه قبل ما میشه منطقه‌ای که پر از کافه های باحاله. بریم ما هم اونا رو ببینیم. بریم. خب دوستان، اومدیم تو هم خیابونی که گفتم از ترمینال دریایی که اومدیم کمتر از 3 تا ایستگاه فاصله است. حالا ایستگاه دوم یا سومه. اسم ایستگاه اگه بخواین از اتوبوس استفاده کنیم پیاده شید، اسمش کوسکونجوکه که 2 تا ایستگاه باید با ویلربه فاصله داره. اینجا پر از کافه رستورانه خیلی خوبه که شما میتونید توی کافه رستوراناش هم از دسراش، هم شیرینی و هم غذاهای بین المللی و خونگی رو امتحان کنید. با ما همراه باشید.
مرسی مسکودا. الان میخواییم به قسمت اروپایی به شیکتاش. ما اومدیم تو منطقه بشیکتاش بخش اروپایی. این منطقه منطقه دانشجویی عکس وقت تشریف بیارید می‌بینید خیلی کسایی که اینجا زندگی می‌کنن چه تو کافه‌ها چه تو رستوران‌ها چه فروشگاه‌هاشون اکثرا کم سن سال هستن و دانشجو هستن به خاطر دانشگاهی که اینجا هست و همچنین کتابخونه. اکثر خونه‌هایی که اینجا هست توسط دانشجوها اجاره شده. یه نکته جالبی که داره رستوران و کافه‌هایی که شما اینجا می‌بینید اکثر مواد غذایی که داخلش با قیمت خیلی ارزون می‌تونید ساندویچ و دورون و یا هر غذای دیگه که جای دیگه می‌بینید اینجا تهیه کنید و همچنین مغازه‌های پوشاک که اینجا داره اکثرا آفای خیلی خیلی عالی داره. ممنونم که امروز با همون همراه بودید و یک روز رو به عنوان توریست ما رو همراهی کردید. میخوام هر سوالی هر کامنتی دارید از ما دریغ نکنید و با لینک‌های زیر با ما در تماس باشید. شما میتونید از طریق یوتیوب، اینستاگرام و یا واتساپ با ما در تماس باشید. خدافظ تا ویدیوهای بعدی.